عزیز، سلام به شما و برنامه بازار. خوش آمدید سرخط خبرها. تلاش برای جلب سرمایه گذاری ها در بخش انرژی. تا سال 2020 میلادی میزان برق تولید شده از منابع انرژی قابل تجدید در کشور به 500 مگاوات خواهد رسید. در کوتاه مدت و میان مدت بهترین راه حل برای حل مشکل دسترسی به انرژی از منابع داخلی ما انرژی خورشیدی و انرژی باد و در دراز مدت البته که بندهای بزرگ هست. برگزاری نمایشگاه اختر بازار در کابل. برگزار کنندگان نمایشگاه میگویند که توانستند در این نمایشگاه در حدود 4.5 میلیون افغانی فروشات داشته باشند. توجه مردم بسیار خوب بود. مردم با پارک آمدند، از نمایشگاه بازدید کردند و در حدود 45 لک افغانی فروشات صورت گرفته. اکثر اجناسی که به فروش رسیده صنایع دستی هست. نگرانی از کاهش آب‌های زیرزمینی. باشندگان پکتیا از کاهش سطح آب‌های زیرزمینی نگران شدند. مخکې به موږ کوم دغه کوم ځمکه چې کرله اتي جره بنځکه به وه، یا به شپږ جره بنځکه وه، هغو به ډېر غنم موږ ته کول. سږ کال هغه تېرو کلو پرتله باندې وچ نیمایې ته دغه حاصلات رالویدلي دي. و پایان دوره وامگیری یونان. هستم با خبرهای این ساعت. برگزار کنندگان نمایشگاه اختر بازار میگویند که توانستند در این نمایشگاه در حدود 4.5 میلیون افغانی فروشات داشته باشند. شمار از برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که در حدود 100 هزار تن از این نمایشگاه بازدید کردند. از سوی هم شمار صاحبان صنایعی که فرآورده‌هایشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند، از حکومت میخواهند که برای فرآورده‌هایشان یک نمایشگاه همیشگی ایجاد کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری بخش خصوصی نمایشگاه فراورده‌های داخلی شش روزه را در کابل برگزار کرده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه در مراسم پایانی میگویند که در جریان شش روز در حدود 100 هزار تن از این نمایشگاه دیدن کردند. آنان میگویند که توانستند قراردادهای در حاشیه این نمایشگاه با نهادهای مختلف امضا کنند. توجه مردم بسیار خوب بود. مردم با پارک آمدند، از نمایشگاه بازدید کردند و در حدود 45 لک افغانی فروشات صورت گرفته. اکثر اجناسی که به فروش رسیده صنایع دستی هست. میان کرده میتونه که در بخش بلند بردن تولیدات داخلی ما، همچنان کرده میتونه که در بخش بلند بردن GDP ما و همچنان کرده میتونه که باعث مثبت رول داشته باشه، مثبت همچنان به تمام کشورهای جهان. در همین حال شماری از کسانی که تولیداتشان را به این نمایشگاه آوردند از حکومت می خواهند که برای فراورده هایشان بازارهای دائمی ایجاد کند. چیزار نو از افغانستان اما کم کم فرنگ سازی می شه. ما بسیار خوش می شیم. نمایشگاه اختر بازار برای شش روز در پارک حبیب الله زازعی در ناحیه 12 شهر کابل برگزار شده است. در این نمایشگاه تمامی فراورده های داخلی از بخش های مختلف کشاورزی، صنایع دستدوزی و لوازم برقی به نمایش گذاشته شدند. آقای عبدالنصیر رشتیا، رئیس نهاد حمایت از تولیدات داخلی با ما هستند. آقای رشتیا سلام به شما، شب شما بخیر. آقای رشتیا، در آغاز بگوین که چگونه تصمیم گرفته شد تا این نمایشگاه اختر بازار برگزار شود؟ تشکر، سلامت باشین. خب در مجموع برگزاری نمایشگاه ها به یک مکان بسیار خوب و مناسب به خاطر تبادله اطلاعات و معرفی تولیدات جدید می باشه و به مناسبت فرارسیدن استقلال کشور و همچنان به خاطر از اینکه شبای هید بود و تا باشه که مردم بیشتر با محصولات داخلی خود کشور آشنایی بیشتر پیدا بکنن و از طرف دیگه جشن استقلال با هموطنهای خود تجلیل بکنن، این نمایشگاه از طرف پلان فیوچر و به همکاری شورای عالی صنایع معدن و سرمایه گذاری افغانستان یه برگزار گردید که خوشبختانه نتایج خوب و مطلوب را به بار داشت. ولیکن متاسفانه مشکلات خیلی زیاد هم فراره برگزاری نمایشگاه در افغانستان هست. اصلا اگر حقیقتا آدم ارزیابی بکنه، در افغانستان اصلا نمایشگاهی وجود نداره که ما تعریفی که از نمایشگاه داریم
نمایشگاه نیست. اصلا میتونم بگم که یک دکانداری است، چون نمایشگاهی که به سطح جهان دایر میگرده و برگزار میشه و خصوصا در منطقه که در منطقه مثل کشورهای همسایه ما که برگزار میکنن، اونا با یک فرهنگ نمایشگاهی خوب میرن به طرف برگزاری نمایشگاه، که متاسفانه ما امو فرهنگ نمایشگاهی را در افغانستان نداریم. اینه میره واضح بسازیم، در مورد شکم بیشتر صحبت بکنیم. هم تعریف اصلی یک نمایشگاه چی است و برگزاری که ما میکنیم به نام نمایشگاه ای چیست؟ خب قسمی که قبلا اشاره کردم، نمایشگاه تعریف مختلف زیاد داره، ولی به طور خلاصه آدم به شکل میتونه تعریف بکنه نمایشگاه را که محل یا مکان است به خاطر تبادل اطلاعات، به خاطر معرفی محصولات جدید و به خاطر بازاریابی محصولاتشان، و همچنان به خاطر از اینکه چطور بتونن مشتری نو یا مشتری جدید را جلب بکنن، و عقد قراردادها صورت میگیره، مذاکرات صورت میگیره. این مسائل همش در یک نمایشگاه، چی داخلی باشه و چی بین المللی باشه، جریان را که ما شما به نام نمایشگاه برگزار میکنیم اینجا چی میگذره؟ خب اصلا اینجا، خب قسمی که قبلا اشاره شد برش، اینجا موضوع دکانداری است. چی تولید کننده های ما و چی کسایی که برگزار میکنن، بیشتر توجهشان به خاطر فروش محصولاتشان است، نه نسبت به اینکه اونا به سطح منطقه یا به سطح یک کشور برش بازاریابی بکنن، و یا بیشتر تمرکزشانی باشه که چطور بتونن که عقد قراردادها بکنن و چطور بتونن محصولاتشان رو به مردم معرفی بکنن. یعنی در کل ما امو فرهنگ نمایشگاهی رو نداریم، چی از طرف برگزار کننده ها و چی از طرف تولید کننده ها که میرن اونجا برگزار میکنن. و یک مشکل بخش دیگه هم باز کسایی است که بازدید میکنن یا امو خریدارا، اگر به اصطلاح نمایشگاهی در افغانستان برگزار میشه بگوییم، چرا اینمی فرهنگ شکل نگرفته آقای رشتیا، که تعریف واقعی از نمایشگاه باشه و بهره‌مندی گونه باشه که هم بازدید کننده هم و هم کسی که نمایشگاه را در اوج حضور داره دوشان سود ببرن؟ خب ببینین، اینجا باز مشکل برمیگرده به خود نهادهای حکومتی مثل وزارت زراعت و مثل وزارت تجارت و مثل اتاق تجارت. ببینین در کشور آلمان در حدود 5 میلیون یورو سالانه اونا مصرف میکنن به خاطر برگزاری نمایشگاه، و یا کشور امریکا رو ببینین که 14% بودجه رسمی برای مصارف نمایشگاه برگزار میکنن. یعنی عدم اطلاع رسانی و عدم کمپاین بریزی و یا عدم آگاهی دهی به مردم که چطور به نمایشگاه برن و بازدید بکنن، و با امرای تولید کننده هیچ گونه مذاکره پیش از اینکه به نمایشگاه برگزار میشه امرای اونا مصاحبه نمیشه. مثلا یک کسی، یک شرکت میره یک جنس یا محصول خود به خاطر نمایش به این نمایشگاه میبره، و اونا کسی را که انتخاب میکنن و کسی که از این نمایشگاه از این شرکت نمایندگی میکنه، اونا اصلا آگاهی در مورد محصول از این شرکت ندارن. شما میگین که یک بازار موقتی کوچک شکل میگیره برای فروش اجناس دقیقاً مقطع خاص. دقیقاً، ولیکن اگر ما به مفهوم نمایشگاه بریم، اصلا ما میتونیم که یک بازارچی بسیار کوچک که در افغانستان به خاطر فروش محصولات است، نه که باشه او یک نمایشگاه. ولیکن با وجود همه قچالش ها، بازم کسایی که امین نمایشگاه را برگزار میکنن واقعا زحمت میکشن، ولیکن نیاز است که یک مقدار بیشتر امرای به تلویزیونها مذاکره صورت بگیره. یک مکان که امین نمایشگاه برگزار شوه یک مشکل بوده، در خبر آمد و امین نمایشگاه که کسایی که آوردن فرآورده خود برای نمایشگاه داشتن، اینا از حکومت میخواد که برشان یک نمایشگاه همیشگی ایجاد بکنه. چرا در این زمینه در چند سال توجه نشده؟ خب شما چی برداشت دارید؟ خب ما یک نهاد هستیم که همیشه روی محصولات تولیدات داخل افغانستان بیشتر تاکید کردیم، و اولین بار ما در افغانستان تونستیم که یک نمایشگاهی را به نام افغانستان وطنی بازار بسازیم که یک مرکز، یک آدرس مشخص از محصولات تولیدات داخل افغانستان باشه، که هم به شکل فروشگاهی باشه و هم به شکل نمایشگاهی باشه. لیکن اینجا نیاز است که حکومت افغانستان در 4 زون اقتصادی ما، در 4 ولایت بزرگ ما، اینا یک نمایشگاه دائمی داشته باشه، یک نمایشگاه استاندارد داشته باشن که ما بتونیم اونجا همه ساله مثلا به مناسبت های مختلف ما بتانیم اونجا نمایشگاهی از محصولات داخلی خود داشته باشیم، تا باشه مردم به محصولات ماشنایی پیدا بکنه و ما بریم به طرف رشد اقتصادی کشور خود. و بخاطر ایجاد نمایشگاه اختر بازار از این تولیدات داخلی ما و صنایع ما چی را برساند؟ یعنی چگونه اگر جوابی بکنیم؟ درست در کجا قرار داریم؟ خب نمایشگاه اختر بازار واقعا یک نمایشگاه بسیار خوب بود که تعداد زیاد از بازدید کننده ها آمدن، دیدن و با محصولات داخلی آشنا شدن، و یک مقدار فروشات هم بود
ولیکن این نمیشه که آدم با این قانع شوه یا قناعت بکنه. من باورمند به این هستم که هر چیز زیادتر و بیشتر روی فرهنگ نمایشگاهی کار صورت بگیره و دولت این قسمت مداخله بکنه، یک مکان مناسب به خاطر فروش و به خاطر نمایش محصولات داخلی ایجاد بکنه که ما تا بتونیم که همه ساله سال چندین بار هم تو نمایشگاه را برگزار بکنیم. امروز شما ببینید در افغانستان آیسا آیسا همی فرهنگ نمایشگاهی میره به طرف یک بزنس، به طرف یک کاروبار که فقط هدفشان پیدا کردن مفاد شخصی و سودی. استقبال مردم از این تولیدات داخلی هم چگونه است؟ شما چی یافتید؟ مثلا می اختر بازار اگر به عنوان یک مثال یاد بکنیم، جایگاه نمی محصولات یا تولیداتی که در داخل خود کشور صورت میگیره در کجاست؟ خب بیشتر مردم امروز به این باورمند شدن که به خاطر از بین بردن فقر و بیکاری در افغانستان و به خاطر رشد اقتصادی در کشور، مردم به می آگاهی یا به می عقیده رسیدن که یگانه راه مزل از بین بردن فقر و بیکاری مصرف محصولات داخلی در افغانستان است که الحمدلله امروز ما شاهد از این هستیم که مردم خیلی به علاقه مندی زیاد پیدا کردن و میرن به طرف مصرف استفاده از محصولات داخلی افغانستان و برگزاری همچون نمایشگاه کمک بیشتر و بیشتر میکنن. خب به خاطر تولید کننده با چی راهکار حکومت میتونه که در یک بخش تولیدات داخلی را قوی بسازه که بیشتر شود و در بازار جایگاه خوب پیدا بکنه و در بخش هم برای برگزاری نمایشگاه ها و داشتن یا ایجاد یک مکان دائمی برای برگزاری نمایشگاه چی کار شود؟ ببینین بازم برمیگرده موضوع یا بس برمیگرده به خود مدیریت دولت. متاسفانه دولت افغانستان بیشتر تمرکزشان روی سرمایه‌گذاریشان روی روی سکتور امنیتی است. راه حلش چیست؟ راه حلش بمیست که چالشی که فعلا فرای حکومت است که با 5 میلیون جوان بیکار که ما داریم در افغانستان و به اقتصاد ما وابسته به کشورهای بیرونی هست، یگانه راه حلش همیست که دولت خود تصمیم بگیره به خاطر مصرف از محصولات داخل افغانستان. اما تصمیمی که میتونه شرایط تغییر بده چی است؟ مثلا اگر مثال بزنیم امریکا تعرفه‌ای که بالای ترکیه و بالای چین محصولاتشان وضع کرد، افغانستان عین شکل میتونه. فکر میکنین تولیدات داخلی تکافو میکنه بازار؟ دقیقاً. مثلا امیل اعظم ما از نگاه پلاستیک خودکفاستیم در افغانستان. تنها باز پلاستیک نیست آقای رشتی. مثلا یک مثال بر شما زده. مثلا در اکثر مسائل ما یا نیمه به خودکفایی رسیدیم یا به خودکفایی رسیدیم. اما جنسی که ما داخل افغانستان داریم تولید میکنیم مشابه جنس باید حکومت بند بکنه یا تکس بلند بالای اینا وضع کنه. شما زنده باشین. و تا لحظات دیگر. نگرانی از کاهش آب‌های زیرزمینی. باز هم خوش آمده. شما از باشندگان در ولایت پکتیا از کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در این ولایت نگران شدند. آنان میگویند که در پهلوی این که امسال آب کافی برای کشاورزی در این ولایت نیست، شمار زیادی از چاه‌های آب آشامیدنی در این ولایت نیز خشکیدند. در این حال ریاست زراعت و مالداری پکتیا از برنامه‌های به منظور مدیریت بهتر آب در این ولایت خبر می‌دهد. شمار از باشندگان در ولایت پکتیا از کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در این ولایت نگران شدند. آنان میگویند کاهش سطح آب‌های زیرزمینی باعث متصل شدن کشاورزی و دامداری در این ولایت شده است. به گفته آنان شمار زیادی از مردم به کمبود آب آشامیدنی نیز روبرو شدند. مخکی با ما کم دغه کم زمکه چې کارالا تجربه بنزکه بو یا بس شپاک جره بنزکه یوغو ډیر غنه مختکول سکاله یوغو تیر کلو پر طلبان دي وښ نیمایته دغه دی حاصلات را لیدلی دي یو بو ورستر بلې کې مشوي دی او ګلانی پتللو سره دي به چې مخکې خلکو چې مسنه او ډیر استعمال ولې اوس به له بو سره سنڅ اسراب کم کې او به دوی لګ استعمال کوي مخکې به تقریبا په شلو مترو کې وبو او هغه وبو تقریبا ډیر شي مترو تا 15 درش مترو ته کده شوی ده. در همین حال ریاست حفاظت از محیط زیست میگوید حفر چاه‌های آب در پکتیا افزایش یافته است که این موضوع باعث کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در این ولایت شده است. بدبختانه چې دلته افغانستان کې بلخصوص پکتیا کې د شمسی شیشو چې د لمر نه چارجیږي د شمسی شیشو په واسطه برستل کیږي دا برخه زیاتی شوې دي. این در حالی است که ریاست زراعت و مالداری ولایت پکتیا از راه اندازی برنامه‌های به منظور مدیریت بهتر آب در این ولایت خبر می‌دهد.
زمکه لاندې اوبه یا واټر ټیبل هم ښکته تلونکی ده او دغه هم تقریبا د 50% شروع تر 40% فیصد پورې په مختلفو ساحاتو کې دغه هم ښکته شوي دي. کرونده کې د اوبو مدیریت یو پروژه مو دعوت کړې ده، انشاءالله په ډېرو نږدې وختونو کې به دلته یو څه پروژې پلي کړي چې دغه پروژې په واسطه به موږ خلکو ته د اوبو درست مدیریت، د اوبو درست استفاده او د اوبو هغه مؤثرې طریقې چې په هغه کې به د اوپاشان یا د اوپاشي په واسطه د اوبو سیسټمونه، حتی د قطروي اوبو سیسټمونه یو څو قطعه دلته پلي کېږي او د مختلفو ولسوالیو نه به د خانان دلته راسي هغه به وګورې نیزې. بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت، خشکسالی های امسال در کشور کشاورزی و دامداری را در 21 ولایت کشور زیانمند ساخته است. آقای سید قیاس سعیدی، آگاه امور اقتصادی با ما. آقای سعیدی سلام بر شما، عیدتان مبارک باشه، به طول نویزم خوش آمدید. تشکر. آقای سعیدی، این پکتیا تجمع ولایت های اضافه که با کمبود آب رو بروز در کنار چند ولایت دیگه و همشان مزل خشکسالی که بسیاری از ولایت ها را تهدید میکنه. از پکتیا این بحث خود آغاز میکنیم. چقدر بیابی در پکتیا یک چالش اقتصادی میتونه ایجاد بکنه و خطرناک باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د طول نیوز درنو لیدونکو ته احتراماتونه کې هلی وړاندې کوم او د مخینه په استفاده د لوی اختر تبریکی ټولو وطندارانو ته وایم. یو شی چې د حقیقت په توګه وایو چې دغه د اوبو کمبود یو اقلیمی موضوع ده او نړیواله موضوع ده، په ټوله دنیا کې داسې یو څه مسایل روان دي. خو په افغانستان کې دا هغه موضوع په دې لري چې دلته د اوبو مدیریت نشته، دلته د هغه اوبو بارانونه هم چې ورېږي یو هاوس دا یو بند هغه دپاره نشته چې هغه اوبه رایساري کړي. هغه خو به لا پرېږدو چې دا روانې اوبه زموږ روان دي، نو دلته د ابیاري سیستم نشته دی، د څاګانو د کندلو لپاره یو معقوله طرحه نشته دی. ولایتو ته چې تاسو لاړ شئ د څاګانو ادامي خو څاګانو د کندلو یو امریت دی، خو هغه امریت اصلا د خپلو وظایفو نه خبر نه دی. یو ورته مربوطه ولایت صلاحیت نه ورکوي، واک ورته نه ورکوي، خپل تعمیر نه لري، خپل یو سیستم نه لری، بس هر سړی ناست دی، هغه یو غدی وي پهلوان زنده خوش است، بس د برنه تنظیم نشته، د برنه اوبه خړې دي. نو دا هغه څه دي چې یوازې د پکتیا په ولایت کې نه دي، بلکې د افغانستان شمول یو موضوع ده. خو په کابل کې هم دا موضوع روانه ده، خو خصوصا په پکتیا کې مربوطه ادارات باید د پاره جدي کار وکړي، ځکه چې کله اوبه ښکته شوې نو موږ به هغه حالت ته بېرته لاړ شو چې پخوا به خلکو په هغه بدوي ژوند کې انسانان به هلته تلل چې د غرونو کې ته به تلل، هلته به چینی وي، هلته به اوبه وي، هلته به دوی روانې اوبه وي، هلته به تلل. اوس که چېرته دغه څا له منځه ولاړه شي، اوبه ډېرې ژورې شي په دغه یو پرمختللې نړۍ کې، خلک به بېرته بیا غرونو ته سر کېږي چېرته چې اوبه هلته به، ځکه حکومت خو نشته که نه، سیستم خو نشته چې اداره یې کړي او د خلکو غمخواري وکړي. ولې شما فکر میکنین که در سطح بزرگتر آب کافی وجود داره که نمی خشکسالی‌ها رو هم تهدید میکنه، آب زیرزمینی هم سطحش پایین رفته، باز هم اگر مدیریت شوه ما بیاب نشیم؟ دا خو تخنیکی موضوع در دیر ما سر په نخلاصی، خو په اقتصادی خو تر کومه چې په دی حکومت که من کار کرده او گورو یا په سیمه که خپل گورو تاسو دغه بخش که معلومات لري کافی، دغه گاونډیان چې موږ ګورو یو کس چې دی سل متره کویه وکاږي، بل سړي څلوېښت متره کویه کندلی، نو د ده اوبه وچیږي. ډېری خلک هلته ګاونډیان پرې راټولېږي چې دا کار مه کوه، هغه وایي چې خپل کار به کوي. اوس قصه دا ده چې دغه اوبه که چېرته لاندې ځي، یو غټ طبیع افت به رامنځته کېږي، بلکې موږ که ورته انساني افت ویو په دې معنی چې دلته مدیریت نشته که نه، څوک نشته چې هغه څوک چې مثلا ټویلونه وکاږي، ډېرې ژورې څاګانې وکاږي، شک پرته هغه ته به وړتیا وي، مګر دا دی چې دلته اوبه ډېرې ژورې وي، هغه ابي اشمیدني د څښلو اوبه هم ورکي، یا خو به لا پرېږده چې د ځمکې د کروندې لپاره. سیدی، وضعیت اقتصادي کشور شما به عنوان یک آگاه امور اقتصادی بسیار خوب در موردش معلومات دارید، بین که تجزیه و تحلیل از شما داشته باشیم. وضعیت اقتصادی بسیار خوب تعریف نمیشه، مشکلات داریم، فقر داریم، وابسته هستیم، یک کشور صادراتی هستیم، اینا یک بخش کار هستن. حالا که نیم خشکسالی هم اضافه میشه، کمبود آب هم اضافه میشه، این تاثیر مستقیم از روی وضعیت اقتصادی یعنی در سطح بزرگ، یعنی روی وضعیت اقتصادی افغانستان چی میتونه باشه؟ پر ځای پختنه د پخواره سی زمون چه دیگی تاریخ لولو افغانستان پخوانی حکومتونه اوس هم نړۍ ته چې افغانستان یو کرنیز او
مالداری هواد ده زراعتی هواد ده په داسې حال کې چې دلته دهقان لپاره هیڅ نه دي شوي ده دهقان لپاره دا بیاری سیستم نه دی جوړ شوی دلته د اوبو برېښنا بندون نه دی جوړ شوی موږ همیشه د برېښنا د بندونو غوښتنه کوو له شک پرته چې موږ رڼا ته ضرورت لرو مګر تر څنګ د برېښنا د بند سره دا بیاری سیستم هم دې سره فعالیږي نو په کل کې کله چې دغسې مدیریت نه وي خلق وږي کیږي خلق تږي کیږي خلق غریب کیږي خلق بیچاره کیږي دا مستقیما د د د د د د اقتصاد سره اړیکه لري او کله چې د خلکو اقتصادي وضعیت خرابیږي له شک پرته چې نامنی رامنځته کیږي ځکه زموږ دښمن چې د هر شوار لاندې افغانستان ته راځي د هغه د فقر او د بېوزلۍ نه استفاده کوي هغه ته یو څو روپۍ په جیب کې وراچي شوار چار څه مغزه کې وراچي مګر د دسترخوان ته یو څه راځي هغه ته بیا ټوپک ورکوي هغه ته بیا انتحار ورکوي هغه ته څه وچی همداسې دغه دلته په نظام کې خلک چې دي مثلا د شورای وکیل څو کسان دي چې د هغوی د مظلومیت نه سو استفاده کوي او هغه ځان پسې کړي دي او بیا راپاسي هغه نه یو مافیایي کړۍ جوړي هغه بیا حکومت تهدیدي هغوی سیستم تهدیدي له بده مرغه چې حکومت دغه سي ځنګړي پلان نه لري هغه افات چې په طبي ډول افغانستان ورسره مخ دی دغه اوس خوشحالي د مثال ځینې وخت کې د زلزلو ستونزې ځینې وخت کې مثلا د سیلابونو راتګي خو تر څنګ ورسره هغه انساني افات هم دي چې جنگونه دي شخړې دي یو خو هغه دښمن دی چې موږ سره مقابل جنگي یو هغه دښمن دی چې په داخل د نظام کې دی مګر نظام تخریبي نو ښه خبره ده چې دغه اوسنی نظام ګرچې وخت هم ډېر کم پاتې دی ډېر حساب پې نشي کېدلی او نه ورته دوی باید ډېر توقعات وکړو ځکه چې دوی وخت کم پاتې دی اوس شاید دوی بې راضي یا بند راضي انتخاباتي مسایلو کې اخته دي خو اوس هم دوی باید اړوند وزارتونو ته اړ باسي چې خصوصا پکتیا ولایت هغه ساحه چې ډېره هاد موضوعات پکې راولاړ شوي دي هلته د اوبو مدیریتو کې دغه اوبه چې د پنشیر په پراخه پیمانه راځي بل دې چې موږ سره خبرې وکړو د ننګرهار ته بیا مس مثلا ځي پیښور ته خو اخو د کونړ نه راځي د خواندرب د مکمل یو به ایرانیانو ته ځي دغه وب کچیرته مهار شي ضرور نه چې د پکتیا خلک موږ کولای شو پکتیا خلک د باکوا دشت ته ویسو ایرانو ته ویسو دغه خلک دی خوړو یو جغرافیه ده یو خلک یو نو له بده مرغه چې حکومت کې داسې خلک حاکم دي داسې کړی حاکم دي چې څه ټوپک مار دي او څه د غرب راغلي عجیب تکنوکراتان دي ای بخش ضعف حکومت هست عملا کار کې د روی اقتصاد وارد میشه و تاثیر منفیش مشهود می باشه اونم چی ساقای سیدی ها ګوره مونږه اقتصادي برنامه چې هغه څه خل چې لازم وي کیلرو په تیوري کې دي کیلرو د رئیس جمهور په خبرو کې دي کیلرو د وزیر په خبرو کې دي تطبیق نشته دلته هغه انفراستراکچر چې ورته وي زیربنای پروژې ستري پروژې نه دي عملي شوي تاسو ګورئ چې اړوند وزارتونو ته بودیجه ول په سمه توګه نه ورکول کی کبه ورکول شي دا بودیجه په صحیح توګه په مصرف نه رسیږي بودیجه چې مصرف نه شو پروژه به څنګه عملي شي چند مشکل شما اشاره کردین آقای سیدی مثلا از مدیریت نشدن درست آغاز کردین تا وضعیت نامناسب و من گونم عمل نشدن برنامه حکومت یا در بخش های هم نداشتن برنامه از طرف حکومت اینمی یک وضعیت ناگوار تعریف میکنه در پلوش هم اینمی بیابی و خوشحالی اضافه میشه پیامد اقتصادی این موضوع چیست؟ ګوره دغه ټول مسائل چی دی چې دغه ننګونی دی د چیلنجونه دی دغه خلق د ستونزو سره مخامخ کېدل دي دغه څه دي چې بیکاری رامنځته کوي دغه څه دي چې فقر رامنځته کوي دغه څه دي چې غربت رامنځته کوي په نهایت کې خلق له حکومت فاصله نیولې لکه عمل نه چینه شرایط امروز اگر در نظر بگیریم آقای سیدی از این کده چقدر بدتر میشه وضع اقتصادی در صورتی که نیمی مشکلات پیش بره و برنامه را خود در موردش صحبت کردیم که وجود نداره گوری نتیجه داره چې خلق د موجوده نظام نه فاصله نیسی اغه توقع تم چې خلق د ناتو ته درلوده غربیانو ته درلوده امریکایانو ته درلوده چې دوی په وجود کې به مونږ د خژوند خوندان شو تاسو باور وکړئ چې افغانی فطرت کې اصلا دانشته چې خارجي قواوی د خپل وطن کې وزغمي مګر ناتو امریکای په دې خاطر زغملي چې موږ اقتصاد راخه کې وخت سیاسي شوت پیامد اقتصادیش چیست مثلا یک کسی که فقیر است چقدر فقیرتر میشه در حالی که گزارش بانک جهانی میگه که از هر دو نفر در افغانستان یکش فقیر است به نصف ملت هم یا نصف مردم هم ماهانه از 2000 افغانی کم مصرف میکنه یعنی در بخش اقتصادی چقدر وضعیت خرابتر از امروز میتونه شود
ګورې دغه د اقتصاد وزارت یا اس ای مرکزی دوی ارقام ورکړي چې مثلا موږ 45% خلک د فقر له کرښې لاندې دلته ژوند لري، بلکې دا غلط دی. دا د 80% نه اضافه دي. دا د حکومت مامورین چې یو ماش پی ودرېږي دوی ټول فقیر دي. بدبختي در فیصد زیات باشه، یعنی به خوشحالي او بیابي چقدر میسوزه فقر. بله، بدبختي در مسته کېږي چې خلک فقیر کېږي، خلک غریب کېږي، خلک مخالفتونه کوي. فیصدی چقدر خواهد شد؟ دا تر 80% نه لوړیږي، ځکه چې دلته خدا خلک چې دي همدغه طبیع اوبو ته پراته دي چې د غره نه راځي. دلته حکومت نشته چې مهار کړي، دلته حکومت نشته. زه تاسو ته په ډار سره ویلی شم چې په لوړه کچه اړونده وزارتونه د ایران سره، د پاکستان سره، په لوړه کچه د دغه اوبو په سر دوی معاملې کې په میلیاردونو ډالر دوی له ملک وکاږي، د هغوی څخه رشوتونه اخلي. کنی دغه د کابل جلال آباد په لر ولې اوبه نه جوړیږي؟ نو دغه څه دي چې دوی د اقتصادي پرمختګ لپاره، د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره اصلا اراده نه لري. آقای سیدی، سپاسگزار هستم. و تا لحظات دیگر. افزایش حاصلات کچلو در بدخشان. هم خوش آمدید. وزارت انرژی باب میگوید که افغانستان تا سال 2030 به 6000 میگاوات برق نیاز خواهد داشت. مثلا این وزارت میگن که تنها به بودجه دولت تامین مالی برای تولید این میزان انرژی در کشور امکان پذیر نخواهد بود. سرپرست وزارت انرژی باب میگوید در نظر دارند با ایجاد مشوقه ها برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برق مورد نیاز کشور را از منابع داخلی تامین کنند. امیل عزیزی که ما شما صحبت میکنیم، حداقل 6-7 کمپانی بزرگ از 5 مگاوات تا به 100 مگاوات علاقمندی دارن برای بخش سرمایه گذاری. با مزد در قسمتی که پیشتر ما گفتم، مثلا 222,000 مگاوات ظرفیت خورشیدی ماست، این معنایش نیست که ما میتونیم از تمام زمین افغانستان برای تولید خورشید برق استفاده کنیم. ما کار دیگر هم موازی با شروع کردیم و او با کمک بانک جهانی یک مطالعه عمومی را روی اراضی افغانستان داریم که کجا بسیار مناسب است برای نصب سولار. از دو نگاه، چقدر به شبکه برق نزدیک است که به اون شبکه متصل شود، چقدر این زمین ها قابل زرع نیست، یعنی ما نمیخواهیم که زمین های زراعتی ما را تبدیل کنیم به سولار فارم ها به اصطلاح ما. زمین هایی که بهترین زمین ها را ما، مثلا دشت هایی که به لغمان داریم، دشت هایی که طرف قندهار داریم، هلمند داریم، جلال آباد داریم، ما یک مطالعه را مشترکاً با اداره محترم اراضی شروع کردیم که انشالله به زودی ما یک بسته بزرگ که ما پیش بینی هستیم تا حدود 2000 مگاوات سولر جمع بندهای بزرگ ما را برای بخش سرمایه‌گذاری که ما دو سه بندی که مطالعه شده هست، سروبی دو هست، باغدره هست، یا مثلا قلعه مامی در تخار هست که یکی از بندهای بزرگ تولید انرژی آبی خواهد بود، اون رو به بخش سرمایه گذاری سکتور خصوصی پیشکش خواهد کردیم. خصوصا در کنفرانسی که در بمبئی انشالله هست که در اونجا ما در بخش های مختلف برای جلب سرمایه گذاری است، یکی از بخش ها بخش انرژی هست. علاقه مندی کافی هست فعلا، چون یک مارکتی است که ببینید همیشه هر امتی، هر خدماتی عرضه و تقاضا است. همونطور که پیشتر عرض کردم، تنها حدودا 40% مردم افغانستان دسترسی به برق دارند، 60% هنوز مردم دسترسی به برق ندارند و این به تنهایی با بودجه دولت نمیتونیم با خود کفایی برسیم. راه حلش جلب سرمایه گذاری خصوصی و مشوقه ها هست. همی 5 پروژه هم که من برای شما پیشتر عرض کردم که از طریق مشارکت عامه و خصوصی قرارداد شده، از طریق بعض مشوقه ها اینا جذب شده که ما امیدوار هستیم که با انکشاف شبکه انتقال برق ما که بالاتر از ترانسمیشن لاین های بزرگ 220 کیلووولت و 500 کیلووولت است، در کنار اون ما تولید داخلی ما را از طریق سرمایه گذاری خصوصی به خود کفایی برسیم. موضوع انرژی قابل تجدید شد و ما منابع شرکت دادیم که ظرفیت تولید انرژی قابل تجدید در کشور ما از منابع مختلف چقدر است؟ در حال حاضر فعلا ما زمین در مجموع از انرژی قابل تجدید چقدر از زمین 600 میلیارد برق ما تولید میکنیم؟ چقدر از این انرژی قابل تجدید است؟ برنامه وزارت چی است که چقدر انکشاف بده؟
بسیار خوب. فعلا حداقل ما امیالی که صحبت میکنیم 2.5 مگاوات عملا امیال شامل شبکه است که برق بامیان هست و یک دو سیستم های کوچک 240 کیلووات در تخار هست، یک شفاخانه که در بامیان است 400 کیلووات. ولی همونطور که عرض کردم تا ختم این سال از 2.7 مگاوات یک بار میرسه به تقریبا 40 مگاوات دیگر. و یک چیز دیگر هم در نظر میگیرن که یکی از ارقامی که مستقیما ما به او مسئول نیستیم، این به شکل دلچسپی مردم هست، او قریه و قصبات است که امروز شما در خانی که در قریه و قصبات برین شما دیگه چراغ تیلی رو نمیافین و اونجا همه کس از سولار استفاده میکنن برای روشن ساختن، حتی برای استفاده از تلویزیون و این چیزا، وسایل کوچک آبی کوچک خانوادگی. یکی از مشکلات دیگه در این قسمت هم کنترل کیفیت هست. ما یک کاری کردیم که همیشه دست کم گرفته شده بود و بخش اکادمیک بود. وزارت انرژی و آب در مجموع و هدایت رهبری جمهوری اسلامی افغانستان ما بخش اکادمیک هم شامل انرژی و آب افغانستان می ساختیم. به این معنی که امین لحظه به هدایت رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان دکتر صاحب محمد اشرف غنی یک مرکز تحقیقات آب، انرژی، تغییرات اقلیم در پوهنتون‌های مختلف افغانستان که مرکزش فعلا در پلی‌تکنیک کابل است ایجاد میشه. اینا چه کمک‌هایی کرده میتونه؟ مثلا ما برای تست کیفیت یک سولار پنل یک لابراتوارای کار ضرورت داریم که اینا عملا فعلا در پلی‌تکنیک کابل و پوهنتون کابل وجود داره. مثلا برای تحقیقاتی که ما در کجا از کدام منابع تولید داخلی استفاده کنیم، اینا بهترین منابع هستند. در همه دنیا سه زل با هم کار می‌کنه: حکومت، سکتور خصوصی و بخش اکادمی، که خوشبختانه ما عملا با بخش اکادمی رابطه بسیار خوبی داریم، بعضی قراردادها رو امضا کردیم که اونا ما را در این قسمت میتونن کمک کنن. ما در مارکت امروز کابل مثلا شما ببرین به صدها و سولار پنل و نام تخته سولار یا تخته خورشیدی میبینین که اکثرتش او ظرفیت رو پشت نشسته است نداره. ما یکی از کارهای دیگه که ما میخوایم بکنیم و تضمین کیفیت از پروژه مثلا روفتاپ شهر کابل که برش عرض کردم یا پروژه بزرگه، پیش از نصب شدن ما لابراتوارا باید تست کنن که می پنلایی که اومده، می تختای سولاری که اومده با اون کیفیت هست یا نه. و یک موضوع دیگه هم که وزارت انرژی سری و بسیار جدی سرش کار میکنه و تحفظ انرژی است. یکی از گپایی که همیشه بسیار آسان هست که ما انرژی رو سیو کنیم، حفظ کنیم و استفاده از وسایل که کم مصرف هست. یک پروژه امیال در حال اجرا هست و تبدیل کردن چراغای عادی و چراغای معمولی که فعلا هست با چراغای LED هست. محاسباتی که ما کردیم با 5 میلیون دلار ما میتونیم 10 مگاوات انرژی رو سیو کنیم تقریبا. حاصلات کشوله امسال بدخشان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. شمار از کشاورزان در این ولایت میگویند که به دلیل باران‌های پیهم و وضعیت خوب هوا حاصلات کچالو در این ولایت چند برابر شده است. در همین حال شمار از آگاهان امور کشاورزی میگویند که اگر حکومت همکاری‌های لازم را با کشاورزان در این ولایت داشته باشد، حاصلات کچالو امسال بدخشان میتواند نیاز بیش از 9 ولایت کشور را تامین کند. اینجا ولسوالی بهارک بدخشان است. کشاورزان در این ولایت میگویند که نظر به سالهای گذشته حاصلات کچالو یا نان چند برابر افزایش یافته است. کچالو نام خدا بسیار خوبشان بود، کچالو پاکستان بود، بسیار آوردن تخمین نو تازه اینا کرم هم یک کمی دکه کرده بود، زیاد نه، امسال بهترین زیاد بود. کچالو امسال بسیار خوب است، بسیار با کیفیت کچالو حاصلات ما بسیار خوب است امسال، ولی دیگر خریدارا تجارای مختلف هر ولایت های قندوز تخار آمدن در اینجا خریداری میکنن. بازرگانان که برای خرید این محصولات آمدن میگویند حاصلات کچالوی بدخشان بازار خوب در ولایت های شمال و شمال شرق کشور از جمله تخار، بلخ، قندوز و بغلان دارد. دیگه ما کچالو رو میخریم میبریم با قندوز. دیگه امسال کچالوی بارک بسیار خوب شد کرده. ما اومدیم کچالوی دخونه میخریم میبریم و مردم تغذیه میکنیم. اینا اینو با کجا میبرین شما؟ میبریم تخار و کشم و به حساب قندوز و در اینا میبریم.
در همین حال شماره از آگاهان امور کشاورزی در بدخشان میگویند در صورتی که حکومت سردخانه های مجهز برای نگهداری این محصولات ایجاد کند، حاصلات امسال کچالو نیاز شماره زیادی از ولایت های کشور را مرفوع خواهد ساخت. فراورده هایی که زراعتی از کشالو توسط کشاورزان و بازار خوبی نداره و یک به دلیل نبود یک سیستم منظم بسته‌بندی و نگهداری کشالو سبب شده که بهای بسیار ناچیز از اختیار کشاورزان بیرون شود. کشاورزان در ولایت بدخشان از حکومت مرکزی میخواهد تا با همکاری با آنان و توزیع کود تخم های اصلاح شده زمینه افزایش حاصلات دیگر فراورده های بدخشان را مساعد سازند. شهروندان یونان درباره پایان دوره وامگیری این کشور دیدگاه های گوناگون دارند. این کشور دو روز پیش دوره وامگیریش را به گونه رسمی به پایان رسانید. این به معنای پایان وابستگی اقتصادی یونان به اتحادیه اروپا و سازمان های جهانی است. با این حال برخی از مردم یونان میگویند که دشواری های اقتصادی این کشور پایان نیافتند. شهروندان یونان روز سه‌شنبه در حال از خواب برخاستند که این کشور به گونه رسمی دوره وامگیریش را از اروپا به پایان رسانید. این رویداد که در اروپا با استقبال بسیاری از کشورها روبرو شده است، در یونان دیدگاه‌های مخالف را نیز به دنبال داشته است. این که حکومت میگوید ما از وضع دشوار رهایی یافتیم و اقتصاد در حال رشد است واقعیت ندارد. قوانینی که از سوی حکومت تصویب شدند تنخواه متقاعدان را کمتر میسازند. در این سالها هم بسیار رنج کشیدیم. با این حال شمار دیگری از مردم امیدوارند که سرانجام یونان بتواند اقتصادش را خودش اداره کند و به ریاضت‌های اقتصادی پایان دهد. ما به سوی وضع عادی در حرکت هستیم. هرچند پرسش های وجود دارند، اما انتظار داریم که وضع باثبات شود. گام به گام به جای خواهیم رسید. امیدواریم که پیشرفت کنیم. واقعیت این است که من خوشبین هستم. تا هنگامی که مانند حالا کار کنیم می توانیم امیدوار باشیم. مقام‌های یونان و اتحادیه اروپا می‌گویند که اقتصاد این کشور دوباره در حال رشد است. هرچند نسبت به زمانی که هنوز به وام‌های جهانی نیاز پیدا نکرده بود، 25% رشد کمتر دارد. با این حال هنوز هم از هر 5 یونانی یکی از آنها بیکار است. این کشور برای رویارویی با وضع دشوار اقتصادیش از سال 2010 میلادی به این سو 256 میلیارد دلار وام گرفته بود. برگزار کنندگان نمایشگاه اختر بازار میگویند که توانستند در این نمایشگاه در حدود 4.5 میلیون نفری فروشات داشته باشند. شمار از برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که در حدود 100 هزار تن از این نمایشگاه بازدید کردند. از سوی هم شمار صاحبان صنایع که فراورده هایشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند از حکومت میخواهند که برای فراورده هایشان یک نمایشگاه همیشگی ایجاد کند. تا لحظات دیگر. تلاش برای جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی.
وزارت انرژی واب میگوید که تا سال 2020 میلادی میزان برق تولید شده از منابع انرژی قابل تجدید در کشور به 500 مگاوات خواهد رسید. سرپرست این وزارت میگوید که در کوتاه مدت و میان مدت مناسب ترین راه برای خودکفایی در بخش نیروی برق سرمایه گذاری بر منابع انرژی قابل تجدید است. در این حال شما از آگاهان به انتقاد از حکومت میگویند که باید به جای سرمایه گذاری روی وارد کردن برق روی تولید برق در داخل کشور کار میشود. در حال حاضر از 500 مگاوات برقی که در داخل کشور تولید می شود، تنها 8% آن از انرژی قابل تجدید تولید می گردد. سرپرست وزارت انرژی و آب می گوید که در کوتاه مدت و میان مدت مناسب ترین راه برای خودکفایی انرژی برق تولید انرژی از منابع تجدید پذیر می باشد. وی می گوید که در نظر دارد با جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به این هدف می رسند. در کوتاه مدت و میان مدت بهترین راه حل برای حل مشکل دسترسی به انرژی از منابع داخلی ما انرژی خورشیدی و انرژی باد و در دراز مدت البته که بندهای بزرگ هست. ما چند تا کار موازی در وزارت انرژی آب روی دست داریم و نتایج را به دست آوردیم. بر بنیاد اطلاعات وزارت انرژی و آب در حال حاضر افغانستان ظرفیت خوبی برای تولید انرژی قابل تجدید دارد. به گونه ای که ظرفیت تولید انرژی آفتابی 222,000 مگاوات، ظرفیت تولید انرژی بادی 67,000 مگاوات، ظرفیت تولید انرژی آبی 23,000 مگاوات و ظرفیت تولید انرژی بایوماس 4,000 مگاوات را دارد. انرژی دیگه در کشور ما مؤثر است، امکان پذیر است. ما منابع آبی خوبی داریم. متاسفانه طی سالیان درازی که در گذشته ها سپری شده ما نتانستیم از انرژی های آبی خود، از منابع آبی خود استفاده عظیمی بکنیم. بررسی های وزارت انرژی و آب نشان می دهند که در حال حاضر در حدود 40% از جمعیت کشور دسترسی به برق دارند. این در حال است که این رقم در سال 2002 به 6% می رسید. وزارت انرژی و آب می گوید که در نظر دارند تا سال 2020 میزان دسترسی به برق را به 85% برسانند. آقای نثار احمد سلیمی آگاه امور انرژی با ما است. آقای سلیمی سلام بر شما، شب شما بخیر، عیدتان مبارک باشه. تشکر. بطلو نیوزم خوش آمدید. آقای سلیمی بین در آغاز این بس از دید شما و تحلیل شما اینمی موضوع برق در افغانستان یک مقایسه بکنیم. چند سال گذشته اون چم که در گزارش بود فیصدی بسیار کم برق داشتیم، امسال میگن این فیصدی بلند رفته. اینمی سیر برق در افغانستان در 10 سال گذشته تا امروز چه رقم شماریزی میکنه؟ بسیار خوب، ما باید اول در مورد منابع انرژی بر شما چیز معلومات ارائه کنم که ما انرژی برق را از 5 منبع میتونیم به دست بیاریم که منبع ارزانترین و مفیدترینش منابع آبی هست، منابع سولار یا آفتابی هست، منابع بادی هست، منابع مواد سوخت یا نفت است و انرژی هسته‌ای یا اتمی هست. که ما در افغانستان مسئله انرژی اتمی و هسته‌ای بسیار بر ما وقت است و شاید 100 سال بعد به اون نقطه برسیم و اما 4 منبع دیگر در کشور ما مؤثر است. متاسفانه در دوران سالهای گذشته، یعنی در 20-30 سال گذشته، در مورد مسائل تامین انرژی کمتر توجه صورت گرفته که روی مناظری بوده که البته شاید قدرت اقتصادی ما کم بوده یا شرایط امنیتی ما کم بوده و یا تاثیرات به اصطلاح ناخواسته همسایه های ما تاثیرگذار بوده که ما نتانستیم به منابع طبیعی خود دست یازی بکنیم. البته ما گنجایش از داشتیم و داریم که ما مثلا ممکن است در سراسر افغانستان حدود 30-40 بند تولید انرژی رو ما بتانیم تاسیس بکنیم که متاسفانه تا بالا ما یک تعداد معدودی داریم و خوشبختانه در این 5 سال اخیر یا 3-4 سال اخیر روی دست است که در حدود 11 بند دیگه تحت قسمان تحت مراحل تدارکاتی، قسمان در عقد قرارداد و قسمان تحت سروی و دیزاین است که شاید ما تا سال 2025 بتانیم از اینا هم استفاده عظیمی بکنیم. فعلا ما در افغانستان تولیدی که داریم در حدود 600 مگاوات برق ما از منابع داخلی خود تولید داریم که البته 13-14% از اون هم از منابع انرژی حرارتی به دست میاریم و ما در حدود 700 چند مگاوات برق ما از کشورهای همسایه، یعنی سه کشور آسیای میانه و
قسمان هم از ایران وارد میکنیم که جمله تقریبا در حدود 1200 مگاوات برق ما سراسر افغانستان تحت پوشش داریم که متاسفانه کمتر از 40% مردم ما را به اصطلاح تامین میکنند. اما ما برای اینطور خوشبختی وجود داره که ما تا سال 2032 امکان ازی هست که ما تولید خود را در داخل افغانستان به 3000 مگاوات برسانیم. پس در چند سال گذشته مقایسه ای اگر صحبت بکنیم چگونه یک گراف تای کردنیمی برق و موضوع انرژی به ویژه برق در افغانستان؟ متاسفانه تا جایی که من هم سن و سالم هم ایجاب میکنه و برای شما عرض بکنم که طی 30-40 سال گذشته در مورد تامین انرژی کمتر توجه شده. مثلا یکی از جمله بندهایی که باید در 40 سال قبل تامین اعمار میشد و بند سلما بود که او متاسفانه بعد از 40 سال توانست به نقطه نهایی خود موفقیت برسه. و در قسمت آبهای داخل کشور همیشه معضلات وجود داشته. این معضلات در اگر در مسائل همسایه ها بوده یا هر چی که بوده. مثلا ما میال دریای کنر داریم که ما میتونیم آب بسیار زیادی داره و ما از اون میتونیم یک انرژی بسیار بزرگی به دست بیاریم. اما متاسفانه تا بالا سرش اقدام صورت نگرفته. ما امیدوار هستیم که در اینجای نزدیک سر آبهای ما اقداماتی صورت بگیره و باز بر علاوه از این ما آرزو داریم که از انرژی های رایگان دیگی که مانند انرژی آفتابی و انرژی بادی هست استفاده شد. مثلا دلیل چی بوده آقای سلیمی که شما مثلا حتی مثال یاد کردین و فراتر از یک دهه رفتین به چند سال پیش گفتین که توجهی لازم نشده؟ خب یک مقدار سالا جنگ بود و مشکلات بود که همه میفهمیم در موردش، ولی در 10 سال گذشته توجه چگونه بوده؟ خب 10 سال گذشته هم ما طوری که شما میبینین و کل ما خبر داریم که 10 سال گذشته ما دست در علاشر شیشته نبودیم، یعنی آرام نبودیم. ما را جنگ های نیابتی یا جنگ هایی که اصلا ناخواسته است بر کشور ما تحمیلی سر ما تامین شده و ما نتونستیم به چیزا دست یازی کنیم. و باز مسئله تولید انرژی هزینه هنگفته را کار داره، به هزینه هم مربوط است. آیا قدرت و توان دولت افغانستان به مصرف اقدر یک هزینه که ما بتونیم یک انرژی بزرگ را 100 مگاوات یا 50 مگاوات ما تولید بکنیم کار ساده و آسان نبوده. و از لحاظ تکنیکی هم ما مشکلات های خود داریم که ما باید در مسائل طرح و دیزاین از او، در مسائل سروی از او، در مسائل سروی مقدماتی از این کارهای بکنیم که خوشبختانه طی در 3-4 سال اخیر که تحت راهنمایی رئیس جمهور افغانستان دکتر محمد اشرف غنی خوشبختانه سر مسائل تولید انرژی یک توجه خاص صورت گرفته و تقریبا ما پیشتر عرض کردم که حدودا 11 بند ما شاید در آینده نزدیک با بهره برداری بسپاریم. آقای سلیمی با توجه به امکاناتی که موجود بود، مثلا مشکلات واضح است که مشکلات مالیش شما اشاره کردین، خب مشکلات دیگه هم بود، تنها مالی نبود، باز هم کار شد که باید میشد یا کمبود وجود بود دار؟ خب با کارهایی که باید میشد باید بیشتر از این میشد، اما شما میفهمید که در کشور ما یک مقدار بیروکراسی های هست که ما هنوز بالا از اون نتونستیم به صورت درست در مبارزه با بیروکراسی خود داشته باشیم. فسادهای اداری وجود داشته و هست که تنها فساد اداری مسئله تبادله پولی نیست، همین که یک کارمند دولتی ما کار نکنه و یا کار یاد نداشته باشه این خودش یک فساد مهلکتر از فساد پولی هست که متاسفانه در این موارد ما همیشه مواجه بودیم. به طور مثال من یک خدمت شما عرض کنم، 3 سال پیش یک کمپانی بزرگ جرمنی آمده بود و این مطالعات مقدماتی خود برای تامین برق بادی را در هرات و مزار شریف مطالعه کرده بود و واقعا که در هرات در سمت شمال هرات اراضی بسیار هموار وجود داره که میتونست ما 100 پایه برق بادی را اونجا تاسیس بکنیم و یا همچنان در دشتای هموار مزار شریف که یک مقدار شمال هم اونجا وجود داره ما میتونستیم میری بکنیم. و کمپانی علاقه داشت که تا 200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری هم بکنه و برق تولید بکنه برای 25 سال و ما همراه وزیر انرژی و برق همون وقت مراجعه هم کردیم، صحبت هم کردیم امراشان، اما اون مردم بالاخره از بیروکراسی زیادی که مواجه شده بودن خسته شده بودن و برگشتن و دیگه باز من نفهمیدم که چرا کار از اونا در نتیجه سفر حالا که حکومت میگه تا سال
2020 قرار است که 500 مگاوات برق از منابع داخلی تولید بکنه، کار کرده میتونه؟ بله، این کار همین 11 تا بندی که من بر شما عرض کردم که اساسش سرویش هم شده، مطالعات هم شده و قسما بعضا تحت زیر امار قرار گرفته، بعضی ها ترمیم است، مثلا بند کجکی و بند کمال خان در فرا و بند شعروس در شمالی، اینا زیر کار هستند که اینا انشالله امیدوار هستیم که به زودترین فرصت، یعنی تا 3-4-5 سال تا سال 2020 تا سال 2022 اینا به بهره برداری آماده شوه و یک مقدار انرژی ما رو اینا تامین میکنه. البته این انرژی مورد ضرورت کشور ما بسیار زیاد است. از 3000 مگاواتی که من عرض کردم که ما را قسمان تا سال 2032 تامین خواهد کرد، این هم 50% احتیاج ما را تامین کرده نمیتونه. و اگر زمان ما به یک کشور صنعتی تبدیل شیم، شما میفهمید که ما بالای 100000 مگاوات برق ضرورت خواهد داشتیم که به نرم جهانی ما مواجه شیم، برای زی که در جهان برای کشورهای صنعتی تا 3100 کیلووات ساعت در سال برای فی شهروندشان انرژی ضرورت است و تامین میکنن، که ما اگر 50% ضرورت داشته باشیم بالای 120000 مگاوات برق برای ما ایجاب میکنه که داشته باشیم، که او را ما زمان خود داشتیم که ما یک کشور صنعتی باشیم. موضوع دیگه هم چگونگی از انتخاب کردن برق وارداتی است تا اینکه برق در داخل خود کشور تولید شود. خب این یک تصمیم عاجلی بوده حتما، به خاطر از اینکه برق یک نیازمندی است که هر کس تشنه رسیدن به آن است. پس در چند ساله که بازگذشت برنامه‌ای فکر میکنین وجود داشت که از واردات ساختن برق تا حد دور شویم، خود ما تولید بکنیم؟ خب این مسئله میشه که باز هم به دست اندر کاران دولتی خود منابع انرژی و برق است که چرا اینا همین کارا رو در وقت تر نکردن، اگرچه در این 4-5 سال اخیر شد، از اقدامات صورت گرفته و این قدر زودرس نیست که شما یک بند برق بتونین به ظرف 6 ماه یا یک سال و بهره برداری برسانین، اما ضرورت شما عاجل بود که شما برق وارد بکنین و صدای مردم را خاموش کنین. فکر نمی‌کنین آقای سلیمی که اینمی که برق وارداتی ساخت حکومت یک بخشای تنبلی ایجاد شده باشه و کس زیاد توجه نکرده باشه که از برق وارداتی دیگه دور شویم، خود ما تولید؟ خب اینطور باید نباشه و ما امیدوار هستم که اراکین دولتی ما به این شکل تفکر. شما چی تحلیل میکنید؟ ما تحلیل میست که او رو به خاطر یک رفع ضرورت عاجل، به خاطر که مردم یک مقدار به راحتی زندگی بکنن و بعد از اون کار کردن، کار می که من بر شما عرض کردم که 11 تا بند بی تای 3-4 سال گذشته تحت کار گرفته شده و ما اگر در 3-4 سال گذشته 11 بند گرفتیم، در 30 سال گذشته اگر ما 10 تا دیگه میگرفتیم، امروز ما 21 بند دیگه سر کار داشتیم. خب بدبختانه ای بگویم که در گذشته های دورتر از 3-4 سال قبل نبوده. بعد از اینکه حکومت وحدت ملی آمد و خواستند که توجه رئیس جمهور افغانستان با تامین زیربنایی های کشور بیشتر معطوف بشه و ما میبینیم، احساس میکنیم که کارهای زیربنایی صورت میگیره. سپاسگزارم آقای سلیمی. سپاس آقای سلیمی از حضورتان در این بحث. تشکر شما. و بیننده عزیز، پایان برنامه بازار تا لحظات بعدم خبرهای ساعت در ببینین. خدا نگهدار.